نمیفهمی رضا شاه. اومد سوال کرد آقا جنگ جهانی داره اتفاق میفته، اون که اول که خال مادر ایران سرویس شد چند میلیون وبا و اینا بدبخت شدن مردم ایران هیچی، در این دومی که داره اتفاق میفته داره احتمال جنگ هست، دستور چه میفرمایید؟ همین سوالم خمینی کرد، دستور چه میفرمایید؟ گفت جنگ ایران و عراق مقدسه، دفاع مقدس، دفاع. بعد از اینکه عراق رو بردن دم مرز، هاشمی فشار آورد که دیگه دفاع نکنیم، حمله کنیم. این همه جوون مرد، گوش نکرد، دقت کن، برای همین مثل هاشمی مثل سگ مرد. خیلی بده، همیشه خوش امیر کبیر میدید وسط استخ، استخی که همه میریم چیز میکنه مرد. آقای رضا شاه همینطوری بوده، خوشگله من. رضا شاه بهش گفتن چیکار کنیم؟ گفتش فرمودن که آقا بی‌طرف باشه، اعلام بی‌طرفی کنیم. رضا شاه گفت بسیار، چشم قربان رفت. چشمو گفت ولی یواشکی ریخ به آلمانی‌ها رو هم. ذاتش آلمانی بود. این همه زن داشت، یکی از زناش بهایی بود، همش می‌خواست یه تری روسری‌ها رو بکشه بیرون، خودش رو گنده میدید، میگه حالا روسری‌ها رو می‌کشم کنار، طاهره قرة‌العین رو تولید می‌کنم در ایران، مثلا الان که بهایی‌ها تو ایران اینقدر همه سروس مملکت بهایی ازلی هست، بهایی بابی هست، با اسلام دشمن دارن، نفرت دارن از اسلام. اون همینطوری شد، یعنی دوتا کاری که نباید میکرد خیلی ساده، یکی اینکه حرف اون زنش نباید میفهمید، وارد اون تفکرات احمقانه نمیشد که شد. دو اینکه مگه نگفتن شما بی‌طرف باشید، چه آلمانی رو خطرو هم. بعدم ایران تجزیه شد 1320، خودش خارمادش رفت رو هوا، خودش فرستادن تبعیدش کردن، بچه‌ش هم اینو بزخاله اونطوری بود وایساده بود، آمریکایی‌ها گفتن بچه‌شو بذاریم